جمشید برزگر روزنامه‌نگار از لندن همراه ما هستند تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. آقای برزگر، همونطور که دیدیم بازتاب گسترده‌ای داشته در گذشته آقای بکتاش آبتین، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. از همین واکنش انجمن قلم آمریکا شروع بکنیم که حبس بکتاش آبتین رو به نوعی اعدام او توصیف کرده، کمی بیشتر در این رابطه برای ما توضیح میدید؟ بله، خب طبیعتاً انجمن قلم آمریکا هم مثل کانون نویسندگان ایران، مثل بسیاری از افراد و گروه‌های مدنی و سیاسی در ایران، به درستی در واقع مرگ بکتاش عزیز رو به قتل عمد و به عبارت رساتر و بهتر آنچه در کانون بیانیه کانون نویسندگان اومده بود، قتل تبهکارانه قلمداد کردن. در واقع اولین قدم اشتباه همون جایی برداشته شد که بکتاش آبتین به خاطر عضویت در کانون نویسندگان ایران، به خاطر تلاش برای انتشار کتابی به مناسبت 50 سالگرد فعالیت کانون نویسندگان و همینطور انتشار یک نشریه داخلی، به 6 سال زندان محکوم شد. گام دوم، یعنی یک حکم بی‌پایه و اساس، اشتباه دوم این بود که در شرایطی که کرونا فراگیر بود و مخصوصا در زندان‌ها امکان جلوگیری از شیوع اون حتی آمدانه وجود نداشت، او برای اجرای حکم به زندان برده شد به رغم بیماری‌هایی که داشت. اشتباه سوم این بود که اینها هیچ کدوم اشتباه نیست، در واقع آمدانه از کارهایی که جمهوری اسلامی البته انجام میده. گام سوم این بود که به بیماری او بی‌توجهی شد و آمدانه و آگاهانه او دیر به زندان، به بیمارستان منتقل شد و زمانی منتقل شد که عملا دیگه کاری از دست پزشکان ساخته نبود. چون این فرایندی بدون تردید از نگاه هر ناظر بی‌طرفی، از نگاه هر ناظر مستقلی، تلاش عمدی و آمدانه برای کشتن یک شاعر و نویسنده زندانی است و در بیانیه انجمن قلم آمریکا نیز به همین موضوع اشاره شده. این انجمن قبل از کشته شدن بکتاش آبتین هم بیانیه داده بود و با توجه به همه این مسائل خواستار آزادی فوری او و رسیدگی سریع و فوری به وضعیت پزشکی او برای جلوگیری از جان باختن شده بود، که خب مقامات جمهوری اسلامی آمدانه و آگاهانه از توجه به این همه درخواستی که شده بود، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، شرایط رو به گونه ای فراهم کردند که او جان خودش رو از دست بده. در این بیانیه به درستی به این موضوع اشاره شده و کاری با بکتاش انجام شد در واقع تفاوتی با اعدام و قتل عمد او نداشت. دیدم که گروه های سیاسی مختلفی هم به همین موضوع اشاره کردن و کشته شدن بکتاش آبتین رو به یک قتل عمد توصیف کردن. در این مواجهه حکومت با فعالان سیاسی و نویسندگان منتقد رو، اون هم در این شرایط کرونا، چطور میبینید؟ کمی شاید در این باره توضیح میدید. بله، جمهوری اسلامی در واقع از همون آغاز که شاید یکی از اولین قربانیانش بعد از البته فرماندهان و عمرای ارتش و کارگزاران نظام پیشین، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود، سعید سلطانپور، که در مراسم ازدواجش در اردیبهشت سال 60 بازداشت شد و یک ماه بعد اعدام شد. این فرایند همچنان ادامه داشت. همه آگاه هستن از تعداد زیاد اعضای کانون نویسندگان ایران که به قتل رسیدن توسط جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در عمل نشون داده در 43 سال گذشته که تنها یک راه رو در برخورد با مخالفان خودش میشناسه و اون حذف و کشتن اونهاست به شیوه های گوناگون، گاهی به صورت اعدام های دست جمعی، گاهی به صورت در واقع دشن آجین کردن و با چاقو کشتن آنها مثل فروهرها، مثل مختاری و پوینده، با خفه کردنشون و گاهی هم با این شکل درمان نکردن اونها. ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن همراه ما بودید.